امشب در 24 میانجیگری آمریکا میان اسرائیل و لبنان برای کاهش تنش در مرز، رهبر مذاکرات و مشاور ارشد بایدن آموس هوخشتاین طرفین رو به خیشتنداری حداکثری دعوت کرده. تصویب قطعنامه‌ای در مورد جنگ اسرائیل و حماس در شورای امنیت. قطعنامه خواستار افزایش و نظارت بر کمک‌ها به غزه و ایجاد شرایطی برای توقف پایدار خصومت هاست. گزارش تازه درباره نقش ایران در ناامنی دریای سرخ. وال استریت جورنال گفته جمهوری اسلامی اطلاعات کشتی‌ها رو در اختیار نیروهای حوثی قرار میده. و انتقاد کم سابقه مشاور خامنه ای از موضع مسکو در مورد جزایر سگانه. اکبر ولایتی میگه جمهوری اسلامی تحرکات بدخواهان منافع ملی رو رصد کرده و پاسخ لازم رو میده. از واشنگتن دی سی این 24 است با فرداد فرخزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. بر اساس گزارش‌های کاخ سفید مذاکراتی رو با اسرائیل، لبنان و واسطه‌های حزب الله با هدف کاهش تنش‌های فعلی در مرز اسرائیل و لبنان و برقراری صلح برای مدتی طولانی با دور کردن نیروهای حزب الله از مرز آغاز کرده. آموس هوخشتاین مشاور ارشد بایدن که با نظارت بر مذاکرات پارسال موفق به توافق تاریخی بین اسرائیل و لبنان شد و اختلافات مرزی دریایی طولانی مدت بین دو کشور رو حل کرد، رهبری این دور از مذاکرات رو بر عهده داره. آقای هوخشتاین و دیگر مقامات آمریکایی به اسرائیل، لبنان و حزب الله درباره خطر تشدید تنش هشدار دادن و اونها رو تشویق به خیشتنداری حداکثری برای جلوگیری از جنگی که میتونه ایران، دیگر گروه‌های شبه نظامی منطقه و آمریکا رو درگیر کنه کردن. مرضیه حسینی همکارم از وزارت خارجه آمریکا در واشنگتن دی سی با ماست. مرضیه، چه میدونیم در مورد این روند مذاکراتی که شروع شده؟ فرداد، بر اساس آنچه که اینجا در وزارت امور خارجه آمریکا و رسانه‌های آمریکایی گفته میشه، مشخصاً این مذاکرات از مدت‌ها قبل آغاز شده به رهبری آمریکا با همکاری فرانسه و طرفین مذاکرات که شماری از افراد و مقامات اسرائیل هستند و حزب الله. البته گفته شده با در نظر داشتن که آمریکا حزب الله رو به طور مستقیم به رسمیت نمی‌شناسه، با استفاده از واسطه‌های این مذاکرات در حال برقراری و در جریان هست. اما خواسته واضح آمریکا در مذاکراتی که به رهبری هوخشتاین صورت می‌گیره این هستش که مشخصاً در قدم اول طرفین روند پرتاب راکت‌ها رو به سمت همدیگه متوقف کنن. گفته شده که در طول دو ماه گذشته بیش از 1000 راکت از طرف حزب الله به اسرائیل پرتاب شده و منجر به کشته شدن حداقل 9 فرد نظامی توسط از افراد نظامی اسرائیل شده. از طرف مقابل گفته شده که اسرائیل اما شدت حملات بیشتری داشته به حزب الله. گفته شده بیش از 100 تن از سربازان حزب الله در این مدت کشته شده، اما طبق آنچه که مقامات آمریکایی گفتن گویا یک خشنداری بسیار بیشتری از طرف حملات حزب الله وجود داشته، چرا که این حملات عمدتاً به مکان‌های خالی صورت گرفته. خواسته دومی که آمریکا در این روند مذاکرات داره از طرف این هست که طرفین از خط مرزی که بر اساس قطعنامه 1701 سازمان ملل متحد بعد از جنگ 2006 تعیین شد در واقع پایبند باشن. مشخصاً خواسته آمریکا این هست که حداقل 8 کیلومتر نیروهای حزب الله از مرز عقب نشینی بکنن و گویا خواسته ای که مقامات اسرائیلی داشتن حتی به مقداری کمتر از این هم قناعت دارن. از طرف مقابل قرار شده اسرائیل همون پاسگاه‌ها و پایگاه‌های نظامی رو که اطراف مرز ایجاد کرده متوقف کنه و تخلیه بکنه تا از این طریق درگیری کاهش پیدا کنه. طبق آنچه که وال استریت جورنال گفته، اسرائیل قاطع بوده که حملات بسیار گسترده‌ای رو آغاز بکنه به حزب الله و حزب الله رو تا بخش بسیار زیادی فلج بکنه، اما استدلال آمریکا این بوده که از این طریق تونسته اسرائیل قانع بکنه که همکاران و متحدان حزب الله در تهران طبق شواهد و اسنادی که آمریکا ارائه داده تمایلی به درگیری شدن به این جنگ ندارن. و از طرف دیگه به گفته آمریکا در صورتی که اسرائیل بخواد حملاتی رو به حزب الله آغاز بکنه، قطعاً اسرائیل زمان بسیار کمی نیاز خواهد داشت که در پاسخ مواضع بسیار زیادی رو در اسرائیل مورد هدف قرار بده. و بر این اساس مذاکرات در حال حاضر در جریان هست و گزارش‌های بعدی رو حتما خواهیم داشت. ممنونم از تو مرضیه حسینی از وزارت خارجه آمریکا همینجا در واشنگتن دی سی. از شروع جنگ در غزه دست کم 9 سرباز اسرائیلی و 121 نفر از نیروهای حزب الله در تبادل آتش در مناطق مرزی اسرائیل و لبنان کشته شدند. همزمان با گزارش‌ها درباره شلیک بیش از 20 راکت از سوی نیروهای حزب الله به سمت اسرائیل در 24 ساعت گذشته، ارتش اسرائیل از بمباران مواضع حزب الله در جنوب لبنان خبر داده. اسوشیتد پرس میگه تبادل آتش در مناطق مرزی طی بیش از 2 ماه گذشته باعث شده بیشتر ساکنان عمدتاً مسیحی روستای راشی الفخار جنوب لبنان اونجا رو ترک کنند.
همانطور که میبینید دیگه کودکان و خانواده ها اینجا نیستند. نزدیک به 75% مردم این منطقه به دلیل حملات از اینجا رفتند. حتی در حین انجام این مصاحبه با شما همچنان صدای رگبار میشنوید. این واقعا بر آمادگی های ما برای کریسمس تأثیر گذاشته. شاهین سمیعی کارشناس امنیت ملی اینجا در واشنگتن دی سی با ماست و مهری جاودانفر تحلیلگر مسائل اسرائیل هم از تل آویو تا لحظات دیگه به ما خواهد پیوست. فعلا تصویرشون فریز است به مسی که بشه دوباره بهشون باز خواهیم گشت. آقای سمیعی با شما شروع بکنم. به نظر میاد که این نگرانی ها در مورد که تبادل آتش بین حزب الله لبنان و اسرائیل میتونه به جنگ ختم بشه داره بیشتر میشه. آمریکایی ها دارن میانجیگری میکنن، یک سابقه تاریخی موفق دارن در دعوای ارضی دریایی بین اسرائیل و لبنان که به موفقیت ختم شد. چقدر فکر میکنید که الان هم میتونن دستاوردی داشته باشن در کاهش تنش؟ با درود به شما و مردم عزیز ایران و جناب جاودانفر، ببینید میتونن دسترسی پیدا بکنن به یک حداقل یک تفاهم موقت، اما این تفاهم اگر بخواد دراز مدت تر باشه بایستی یک مقدار داد و ستد بیشتری از هر دو طرف صورت بگیره. همونجوری که جناب عالی اشاره فرمودید، در دوره پیش که در مورد مسائل دریایی و آبی گفتمانی صورت گرفت بین اینها و توافقی دست داد، حزب الله اول مخالف بود. میدونیم که حزب الله در کنترل مجلس لبنان بسیار موفق بوده و اونجا رو در دست داره و در حال حاضر هم امریکا داره سعی میکنه که از طریق وزیر خارجه و نخست وزیر لبنان با حزب الله صحبت بکنه، مستقیما با اونها صحبت نمیکنه. ولی اون چه که حائز اهمیت هست این هست که بتونن به حزب الله این رو برسونن که برای اونها درگیری و تخاصم با اسرائیل چیزی به غیر از مرگ و کشتار برمغان نخواهد آورد. اما اون چه که در حال حاضر حزب الله به دنبالش هست یک سری پوانهای مثبتی هست که میخواد بگیره و اون رو هم ما میدونیم سرچشمه دستورالعمل حزب الله در لبنان نیست، در تهرانه، و اگر جمهوری اسلامی به اونها این اجازه رو بده این روند زودتر انجام خواهد شد. اما اسرائیل هم دغدغه های خودش رو داره، به خصوص اینکه اسرائیل میگه نیروهای نظامی لبنان فقط باید در مرز باشن و مرزبانی بکنن. حزب الله حداقل بایستی 5 کیلومتر فاصله داشته باشه از مرزها و این مسئله ایست که حزب الله هنوز باهاش به تفاهم نرسیده. آقای جاودانفر، به گمان شما واقعا این تهدید یک جنگ تمام عیار بین حزب الله و اسرائیل جدی هست؟ چون در این بالای 2 ماهی که از شروع جنگ میگذره درست تبادل آتش بوده، ولی به نظر میرسه که هر دو طرف یک درک مشترکی دارن که قرار نیست این خیلی هم از این گسترده تر بشه. بله، ببینید هر دو طرف به نظر میاد که مصلحتش این هستش که وارد جنگ نشن، ولی شما خودتون در اسرائیل بودید آقای فرهزاد، دیدید که این واقعا این شوک و ترومایی که در اسرائیل به وجود اومد بعد از حمله 7 اکتبر حماس به مناطق مجاور مرز با حماس با غزه، ببخشید، واقعا این نگرانی رو به وجود آورده که دیروز غزه، فردا دیروز مرز اسرائیل با غزه، فردا مرز اسرائیل با لبنان. و همونطور که حماس یک نیروی مرزی داشت به اسم النخبه، الان حزب الله هم یک نیروی مرزی داره، رضوان به اگر اشتباه نکنم اسمش هستش، و هدف اونها این هستش که به سرعت اگر جنگ بشه به اسرائیل حمله بکنن و مناطق مرزی رو و کیبوتس ها و شهرها رو اونجا اشغال بکنن. و الان این واقعا یک میشه گفت فشار روانی در اسرائیل به وجود اومده که خب اگر الان ما از این فرصت، اگه میشه گفت که الان 300,000 نفر الان نیروهای ذخیره ای ما الان در یونیفرم هستن، استفاده نکنیم برای دور کردن نیروهای حزب الله، فردا شاید ما شاهد همون یک حملات شبیهی باشیم. پس بهتر اینه که همین الان ابتکار رو به دست بگیریم و تهدید بکنیم. و با وجود اینکه اسرائیل نمیخواد وارد جنگ بشه، به نظر شخصی من البته اسرائیل واقعا مصمم هستش برای دوری نیروهای حزب الله از مرز. ولی خب برای حزب الله هم تصویر خوبی نخواهد بود، نه؟ اگر وسط این
درگیری ها یهو چند کیلومتر به رزمرز دور بشه، خب برای وچه اونها هم خوب نخواهد بود. چطور فکر میکنید که اسرائیل یا ایالات متحده موفق خواهند شد که اونها رو متقاعد کنه؟ مثل همیشه سوال های عالی، سوال بسیار خوب. ببینید یکی از راه نیروهای حزب الله معمولا کسانی که در مرز هستن یونیفرم حزب الله رو ندارن، اونها دیدبانهایی دارن اونجا که از اونجا استفاده میکنن یا از مقرهایی استفاده میکنن، یعنی اینکه اونها اگر عقب نشینی بکنن واقعا اینقدر واضح و آشکار نخواهد برای حزب الله. و یک مسئله دیگه هم اینجا هستش که ببینید حماس به اسرائیل حمله کرد، چرا مردم لبنان با اصلی قیمت این جنگ رو بپردازن؟ چرا حزب الله اقتصاد شکست خورده لبنان رو به خطر میندازه با یک حمله دیگه علیه اسرائیل؟ و فشار هم روی حزب الله هستش که باعثی انعطاف پذیری نشون بده، چون سیاست هاش واقعا میتونه برای لبنان گران تموم بشه. و به نظر من حزب الله هم به دنبال رسیدن به یک توافق خواهد بود، البته اگر جمهوری اسلامی ایران توافق بکنه، ولی اون در حال حاضر معلوم نیستش، چون احتمال داره که جمهوری اسلامی ایران توافق بکنه، چون الان داره از حوثی‌ها استفاده میکنه برای فشار روی اسرائیل و اون میشه گفت اسلحه ارزانتری هستش در مقایسه با حزب الله. و شاید هم جمهوری اسلامی ایران و چین و روسیه البته نگران باشن که اگر حزب الله عقب نشینی بکنه یک نقطه فشار علیه اسرائیل که حامی آمریکا هستش شاید حذف بشه و این به نفع اونها نیستش. واقعا پیش بینی سخته، ولی من در حال حاضر سیاست تغییر رو در سیاست اسرائیل نمیبینم. آقای سمیعی، به نظر میاد که یک رویکرد خیلی متفاوتی الان در ایالات متحده است در مقایسه با اون سالهای اول قرن 21 و موقعی که نئوکان‌ها سر کار بودن. نئوکان‌ها اصلا بکنن، حتی موقعی که باراک اوباما سر کار بود. به نظر میرسه که تلاشی که الان آمریکایی‌ها دارن میکنن اینه که با دیپلماسی، با نرمش، با چانه‌زنی، با تشکیل ائتلاف تا جای ممکن، چه حزب الله باشه در لبنان، چه حوثی‌ها باشه در یمن، رو دور بکنن از یک جنگ فراگیر. چقدر فکر میکنید که میتونن موفق باشن با توجه که به نقشی که جمهوری اسلامی هم داره بازی میکنه؟ من بسیار ضعیف میبینم که بتونه موفق باشه این امر، به این دلیل که جمهوری اسلامی به عنوان یکی از حامیان این نیروهای نیابتی یک جواب سرسخت و یا دندانشکنی از طرف کشورهای اروپایی و یا متحدین ایالات متحده یا خود ایالات متحده دریافت نکرده. در حال حاضر اون چه که دریافت کرده فقط علاقمندی به تعامل بوده. جمهوری اسلامی هم همونطور که بارها خدمتتون عرض کردم همیشه سعی میکنه که تا اونجایی که میتونه پررویی بکنه، ولی اونجایی که ببینه واقعا طرف مقابل جدی هست عقب نشینی میکنه و حالا یک جام زهری. ولی چه نشانه ای رو نمیبینن الان؟ فعلا نمیبینن، برای اینکه در حال حاضر ایالات متحده چند تا مشکل عدیده داره. یک، مسئله حتی رساندن بودجه به اسرائیل و حتی به اوکراین. دوم، مسئله انتخابات ریاست جمهوری امریکاست که داره گرم میشه این داستان و کاندیداها هر حرفهای مختلفی میزنن و خب جمهوری اسلامی هم از این داره لذت میبره. چرا؟ چون میتونه تفرقه بیاندازه و حکومت بکنه. و از طرف دیگر هم میدونه که اگر دولت در ایالات متحده عوض بشه ممکنه مسئله به ضرر اونها بیشتر بچرخه. اینه که در حال حاضر سعی میکنن از دولتی که علاقمند به تعامل بیشتری هست امتیازات برتری رو دریافت بکنن. این برمیگرده به اینکه حالا دولت آقای بایدن چقدر علاقمند هست که از این امتیازات استفاده بکنه یا چه امتیازاتی رو به اینها بده. ولی فرمایش شما کاملا درسته که بله، ایالات متحده از سالهای 2000 به این ور بیشتر سعی کرده از در تعامل در بیاد تا از در تخاصم. ممنونم از هر دوی شما. آقای شاهین سمیعی، کارشناس امنیت ملی اینجا در استودیو، و مهیر جاودانفر از تل آویو با ما. ساعتی پیش شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه‌ای رو در مورد افزایش و نظارت بر کمک‌های بشردوستانه در غزه تصویب کرد. این قطعنامه که از طرف امارات متحده عربی پیشنهاد شده بود، همچنین خواستار اتخاذ گام‌های فوری برای ایجاد شرایطی برای توقف پایدار خصومت‌ها شده. 13 کشور عضو شورای امنیت به این قطعنامه
رأی موافق و روسیه و آمریکا رأی ممتنع دادند. پیشتر اما لیندا توماس گرینفیلد نماینده آمریکا در سازمان ملل از آمادگی این کشور برای رأی مثبت به قطعنامه شورای امنیت درباره غزه خبر داد و گفته بود بعد از مشورت‌های زیاد با کشورها از جمله مصر و امارات مذاکرات فشرده انجام شده تا این قطعنامه تهیه بشه. مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک با ماست. مریم، در این چند روز گذشته بارها حرف زدیم در مورد چانه‌زنی‌ها به خصوص بین اماراتی‌ها و آمریکایی‌ها. بالاخره به نظر میرسه که متن رو طوری تهیه کردن که رضایت آمریکایی‌ها رو جلب کنه. دقیقاً همینطوره فرداد. یک هفته است که ما اینجا در مقر سازمان ملل پوشش داریم میدیم این مذاکرات فشرده میان ایالات متحده آمریکا و کشورهای عربی، مخصوصاً امارات متحده عربی رو که در واقع کسی بود، کشوری بود که این پیشنویس قطعنامه رو به شورای امنیت سازمان ملل آورده بود. اما امروز جمعه بالاخره بعد از این مذاکرات فشرده در سطوح بالای دولتی که حتی رؤسای جمهور مثل جو بایدن هم درگیر این مذاکرات بودن، بالاخره رأی گیری برگزار شد. همونطور که تو گفتی روسیه و آمریکا رأی ممتنع دادند. روسیه قبلا قرار بود که رأی مثبت بده ولی با تغییر در زبان پیشنویس قطعنامه بسیار عصبانی بود روسیه و گفته بود که وتو میکنه، ولی کشورهای عربی با دیپلماسی تونستن بالاخره روسیه رو قانع بکنن که رأیش ممتنع باشه و ویتو نکنه تا به این قطعنامه به تصویب برسه. بسیار تغییرات ایجاد شده فرداد. میشه گفت که در واقع پیشنویس قطعنامه اون پیشنویسی نیست که قبلا امارات متحده عربی به شورای امنیت آورده بود. بعد از مذاکرات گسترده دو موضوعی که گیر وجود داشت روش، یعنی کشورها داشتن مذاکره میکردن و اختلافات زیادی وجود داشت، موضوع مکانیزم نظارت سازمان ملل بر کمک‌های بشردوستانه به غزه بود. اسرائیل مخالفت کرده بود و از طریق ایالات متحده آمریکا که باید نظارت داشته باشه بر کمک‌های بشردوستانه، ولی کشورهای عربی از مخصوصا خود مصر تلاش داشت که سازمان ملل به ریاست دبیر کل نظارت کامل کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه رو به عهده بگیره. اما اسرائیل مخالفت داشت به خاطر اینکه اسرائیل به سازمان ملل هیچ گونه اعتمادی نداره و قبلا هم چندین بار متهم کرده سازمان ملل رو به همکاری با گروه حماس. به هر حال با قطعنامه جدید، با پیشنویس و زبان جدید قرار هست که اسرائیل همچنان نظارت خودش رو بر کمک‌های بشردوستانه نگه داره و این نظارت رو انجام بده، که این خودش عقب نشینی بزرگی بود برای کشورهای عربی و مسلمان که وزرای خارجه کشورهای مسلمان قبلا در عربستان جلسه گرفته بودند و خواهان تصویب این قطعنامه و این درخواست شده بودند. ولی حالا تنها تغییری که به وجود آمده، دبیر کل سازمان ملل آنتونیو گوترش قراره که یک هماهنگ کننده ویژه‌ای رو در واقع استخدام بکنه که در پروسه نظارت بر کمک‌های بشردوستانه نقش داشته باشه. اما موضوع دیگر که خیلی مهم هست، موضوع وقفه بشردوستانه در درگیری‌ها یا آتش‌بس هست، که موضوع وقفه یا آتش‌بس به هیچ عنوان در پیشنویس قطعنامه مطرح نشده. در به جای در واقع آتش بس، ایجاد زمینه برای توقف پایدار خصومت ها مطرح شده که از این طریق کشورهای عربی بتونن از وتوی آمریکا جلوگیری بکنن. لیندا توماس گرینفیلد گفت که حماس در واقع علاقه نداره که آتش بس رو اعلام بکنه و دوباره باعث خواهد شد که حملات دیگری مثل 7 اکتبر اتفاق بیفته اگر این آتش بس اتفاق بیفته. آمریکا و اسرائیل مسلماً طرفدار آتش بس نیستند. دقایقی بعد از تصویب این قطعنامه، دبیر کل سازمان ملل در یک کنفرانس خبری دوباره تاکید کرد که باید آتش بس هر چه زودتر صورت بگیره، چون زندگی‌های زیادی دارن نابود میشن. نماینده امارات متحده عربی تاکید کرد که این قطعنامه چیزی نبوده که کشورهای عربی می‌خواستن، ولی باز هم به وضعیت بشری در نوار غزه کمک خواهد کرد. کشورهای عربی هم اینجا یک کنفرانس خبری داشتن که به این موضوع تاکید کردن و گفتن به تلاش‌های دیپلماتیک خودشون ادامه خواهند داد تا آتش بس در غزه دوباره در واقع ایجاد بشه. ممنونم از تو مریم رحمتی، خبرنگار ما در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک.
وال استریت ژورنال میگه جمهوری اسلامی با کمک اطلاعاتی و ارائه جزئیات زمان واقعی درباره موقعیت کشتی‌های عبوری از دریای سرخ به حوثی‌ها در هدفگیری دقیق این کشتی‌ها کمک می‌کنه. مقامات اطلاعاتی در خاورمیانه و همینطور کشورهای غربی به وال استریت ژورنال گفتن ایران با استفاده از کشتی جاسوسی نظارتی که در دریای سرخ داره اطلاعات کشتی‌ها رو جمع‌آوری و به حوثی‌ها میده تا از اون برای حمله به کشتی‌ها در تنگه بابل مندب استفاده کنند. گزارش میگه که به رغم اینکه بسیاری از کشتی‌ها در تنگه بابل مندب دستگاه ردیابشون رو خاموش میکنن، اما این کشتی جاسوسی ایران در دریای سرخ به حوثی‌ها امکان میده با هدفگیری دقیق حمله پهپادی و موشکی علیه کشتی‌ها انجام بدن. هوشنگ حسنیاری کارشناس مسائل نظامی به ما پیوسته. آقای حسنیاری، اتفاقا چند روز پیش داشتم رصد میکنم بسیاری از این کشتی ها یا ترانسپوندرهاشون رو خاموش میکنن یا حتی اونهایی که روشن هستن مقصد و مبدعشون رو دست کم در اون لحظاتی که از این منطقه عبور میکنن تغییر میدن به این که گارد مسلح روی عرشه هست، ولی خب گمان میکنم با کشتی های نظارتی و جاسوسی جمهوری اسلامی در منطقه خیلی کارایی نخواهد داشت، چون اونها رصد عینی دارن اونجا. چقدر فکر میکنید که این گزارش میتونه دقیق باشه در مورد کمکی که تهران داره میکنه به حوثی ها؟ درود بر شما جناب فرداد و ملت شجاع ایران. شکی نیست که جمهوری اسلامی مستقیما در این کار دخیله. چند سال پیش یک کشتی رو به منطقه فرستاد برای اینکه دقیقاً جاسوسی بکنه از اسرائیل که حمله‌ای به اون کشتی شد و به ناچار جمهوری اسلامی اون رو عوض کرد، کشتی دیگری رو به جای اون روانه دریای سرخ کرد. بنابراین اگر که بخوایم به این درک برسیم که نقش جمهوری اسلامی چی هست، بایستی به درک بفهمیم که اساساً حوثی ها چه نیروی رو در اختیار دارن، چه نیروهایی رو در اختیار دارن. حوثی ها نیروی دریایی قدرتمندی مطلقا ندارن، تعدادی از این قایق‌های تندرو رو در اختیار دارن، همون احتمالاً قایق‌هایی که سپاه به اونها داده. از نظر سیستم راداری قوی نیستن، سیستم راداری کارایی ندارن و دقیقاً اون چی که می‌بینیم نیاز به داشتن یک قدرت دریایی یا حضور دریایی مهم هست و دوم سیستم راداری که بتواند این کشتی‌هایی رو همونطوری که شما اشاره کردین توصیف کردین بتونه تعقیب بکنه. بنابراین هیچ شکی نیست که این کشتی جمهوری اسلامی کشتی جاسوسی است، به خاطر اینکه خب جمهوری اسلامی چه منفعت مستقیمی در دریای سرخ داره که باید یک کشتی رو در اونجا نگه داره. بنابراین واقعیت این است که جمهوری اسلامی به چنین کاری دست میزنه. این رو هم آمریکایی‌ها و هم کشورهای منطقه مدتی است که از اون اطلاع دارن، منتها به دلایل عینی تا به حال در برابر اون عکس‌العمل جدی نشون ندادن، ولی با افزایش حملات حوثی‌ها بایستی دید که بالاخره آمریکایی‌ها و این ائتلاف نوپا به این نتیجه رسیدن یا خواهند رسید که بایستی با حوثی‌ها به شکل دیگری برخورد کرد. ممنونم از شما هوشنگ حسنیاری کارشناس مسائل نظامی. کاخ سفید در حال برداشتن برخی محدودیت‌ها برای خرید سلاح از طرف عربستان. ساعتی پیش نیویورک تایمز با انتشار گزارشی خبر از نزدیک بودن توافق نهایی صلح بین حوثی‌ها و سعودی‌ها داده و گفته دولت بایدن و کنگره آمریکا تحت فشار عربستانند تا محدودیت‌های خرید برخی سلاح‌های پیشرفته را لغو کنند. این محدودیت‌ها در اوایل ریاست جمهوری بایدن و در واکنش به استفاده از این سلاح‌ها بر علیه غیر نظامیان در یمن وضع شده بود. کاخ سفید درخواست نیویورک تایمز برای تایید این خبر رو رد کرده. آرش علایی از کنگره آمریکا با ماست. آرش، به نظر میاد با نهایی شدن صلح بین حوثی‌ها و سعودی‌ها کاخ سفید دیگه بهانه‌ای برای فروش سلاح به عربستان نداره. و این چیزیه که نیویورک تایمز از کاخ سفید هم پرسیده است. نکته اینجاست که همینجور که شما گفتی کاخ سفید حاضر نشد از پاسخ بدهد به این سوال نیویورک تایمز یا سوالات مربوط، مثلا آیا این محدودیت‌ها قرار است کی برداشته بشود یا اگر برداشته بشود دیگه از این بعد به همین صورت خواهد بود یا کاخ سفید دوباره می‌خواهد محدودیت بگذارد. ضمن اینکه غیر از کاخ سفید کمیته روابط خارجی سنای آمریکا سال 2022 اونا هم یه سری محدودیت رو فروش سلاح‌های پیشرفته به عربستان گذاشته بودن. اون موقع گفته میشد در واکنش به این است که عربستان سعودی تولید نفت خودش رو کاهش داده است، بنابراین میخواستن فشار سیاسی وارد کنن به عربستان سعودی.
ولی الان بلومبرگ هم گزارش میدهد که عربستانی ها به فکر اینن که به زودی شروع کنند تولید نفت خودشون رو به شدت افزایش بدهند به خاطر اینکه سهم بزرگی از بازار رو از دست دادن در طول این مدت، و اگه این اتفاق بیفته قیمت نفت هم سقوط خواهد کرد. یعنی در واقع به قول شما ندیگه کاخ سفید بهانه خواهد داشت برای اینکه این سلاح‌های پیشرفته رو نفروشد به سعودیان، نه کنگره اون به نظر میآید اون بخشی که از لحاظ سیاسی اومده بودن فشار بیارن دیگه خب در واقع تأمین شده است، دلیلی نخواهند داشت. عربستانی ها در این حال طبق گزارش نیویورک تایمز فشار میارن به کنگره برای اینکه اونها میگویند خب این توافق الان به نظر میاد حاصل شده است بین سعودی ها و حوثی ها، اون چیزی است که نیویورک تایمز میگوید، و حالا عربستانی ها میخواهند مطمئن باشند که اگر بعداً در طول چند ماه و چند سال آینده این صلح ادامه پیدا نکرد اون وقت دستشون پر باشد، با توجه به اینکه میدونیم در طول این مدتی که دو جنگ بسیار بزرگ در دو تئاتر مختلف، یکی در شرق اروپا و دیگری در منطقه مدیترانه، آمریکایی‌ها درگیرش هستند. سلاح‌های پیشرفته احتیاج هست، تایوان سلاح‌های پیشرفته تهاجمی می‌خواد. عربستانی‌ها نمی‌خواهند عقب بیفتند به خاطری که الان یک سری از این کمپانی‌هایی که تولید کننده سلاح‌ها هستند همین جوریش هم کلی عقب افتادند به خاطری که بخوان تحویل بدن اون سلاح‌ها رو، حالا وای به حالی که بخوان اینا منتظر بمونن موقعی که جنگ بخواد بشود خرید کنن. نکته دیگری هم الان در این مورد به نظر میاد اتفاق بیفتد این است که کاخ سفید اگر این مسئله رو قبول بکنه که سلاح پیشرفته بفروشه به عربستان، احتمالاً تحت فشار بخش چپگرای حزب دموکرات قرار خواهد گرفت. بخش چپگرایی که در طول این چند مدت به خاطر جنگ اسرائیل و حماس در غزه خیلی هم دل خوشی از آقای بایدن ندارد. نامه‌هایی است که پشت سر هم نمایندگان چپگرای کنگره می‌فرستند به کاخ سفید، از دولت بایدن می‌خواهند اسرائیل رو تحت فشار بگذارد یا در بین روسیه و اوکراین سعی کند به دنبال صلح باشد، و حالا فرستادن جنگ افزارهای خیلی پیشرفته به عربستان سعودی در این وضعیت میتواند یک برگه دیگری در جهت سیاست‌هایی که چپگراها قبولش ندارند تلقی بشود. چجوری تأثیر خواهد گذاشت بر وضعیت آقای بایدنی که الان هم در نظر سنجی‌ها در حزب دموکرات خیلی وضعیت خوبی ندارد دیگه حالا اون رو خواهیم دید. اما در مورد این گزارش نیویورک تایمز یه بخش دیگری کم که من بهش اشاره کنم این است که میگوید به نظر میاد که تا حالا عربستانی ها سعی کردن اون چیزی که کاخ سفید میخواهد رو تأمین کنند، بنابراین الان در واقع به نوعی دست بالا رو دارن، میگوین شما به ما گفتی این کار رو بکن ما انجام دادیم، الان نوبت کاخ سفید است که بخواهد خیلی از خواسته های عربستانی ها رو برآورده کنند. ممنونم از سارش علی خبرنگار ما در کنگره آمریکا. دادگاه کیفری مرکزی انگلستان روز جمعه اول دی محمد حسین دوتایف تبعی اتریشی چچنی تبار متهم پرونده اقدام تروریستی علیه ایران اینترنشنال رو به 3 سال و 6 ماه زندان محکوم کرد. بر اساس حکم دادگاه 2/3 از حکم 3 سال و 6 ماه زندان دوتایف اجرا میشه و 10 ماهی که او در بازداشت بوده هم به عنوان بخشی از مجازاتش در نظر گرفته میشه. دوتایف متهم شده که قصد داشته با جمع‌آوری اطلاعات و ارائه اون به شخص سوم زمینه رو برای انجام عملیاتی تروریستی علیه ایران اینترنشنال فراهم کنه. جزئیات بیشتر از همکارم محسن ماهیمنی از مقابل ساختمان دادگاه. اینجا دادگاه کیفری مرکزی انگلستان، جایی که پرونده اقدام تروریستی علیه ایران اینترنشنال با صدور حکم توسط قاضی به ایستگاه پایانی خودش رسید. محمد حسین دوتایف متهم 31 ساله این پرونده که هیئت منصفه روز چهارشنبه او رو گناهکار و مجرم شناخته بود، امروز توسط قاضی به 3 سال و 6 ماه حبس محکوم شد. قاضی اشاره کرده که 2/3 از این مدت برای او قابل اجراست و در واقع مدتی که او در حبس پلیس بوده از این میزان محکومیت کم خواهد شد. محمد حسین دوتایف بهمن ماه سال گذشته به لندن اومد و در حین جمع آوری اطلاعات و
تصاویر از دفتر محل سابق ایران اینترنشنال به ظن جمع آوری اطلاعات برای اقدام تروریستی توسط پلیس بازداشت شد. از همون موقع تحقیقات شروع شد، پرونده او به دادگاه کیفری مرکزی انگلستان فرستاده شد و از هفته گذشته که دادگاه او آغاز شد تا این هفته در واقع دفاعیات مطرح شد، سوال‌ها و ابهامات پرسیده شد. نهایتاً قاضی و هیئت منصفه رأی خودشون رو دادن مبنی بر گناهکار بودن او، با اینکه وکیل و خود متهم گفته بودن که در واقع در دام افتادن یا در واقع از اونها استفاده شده برای سر و صدای خبری یا ترساندن شبکه ایران اینترنشنال، ولی این توضیحات برای هیئت منصفه و قاضی قانع کننده نبود و نهایتاً حکم زندان برای او صادر شد. گفته میشه که متهم به زندان بلمارش در جنوب لندن منتقل خواهد شد برای اجرای حکم، زندانی که برای پرونده‌های بزرگ ملی و پرونده‌های امنیتی و تروریستی و متهمان اون استفاده میشه. این حکم باید ببینیم که در فضای حقوقی و رسانه‌ای و سیاسی بریتانیا، اروپا و یا شاید آمریکا چه بازتاب‌هایی خواهد داشت. تا اکنون در واقع در بسیاری از رسانه‌های بریتانیا بازتاب بسیار گسترده‌ای داشته. در ادامه واکنش جمهوری اسلامی به حمایت روسیه از امارات متحده عربی در موضوع حاکمیت بر جزایر سه‌گانه خلیج فارس، مشاور امور بین الملل خامنه‌ای در موضعی کم سابقه نسبت به روسیه بعضی مواضع این کشور رو باعث تأسف و لطمه به اعتبار مسکو خوند. علی اکبر ولایتی گفته کشورهای درگیر در منازعات سیاسی دقت بیشتری در موضع‌گیری هاشون نسبت به جمهوری اسلامی داشته باشن. او اضافه کرده که جمهوری اسلامی با دقت تحرکات به گفته او بدخواهان منافع ملی رو رصد کرده و پاسخ لازم رو میده. وزیر خارجه روسیه هم در جریان نشست مشترک عرب و روسیه در مراکش برای دومین بار در طی 6 ماه گذشته از ارجاع پرونده جزایر سه‌گانه خلیج فارس به دادگاه لاهه حمایت کرد. حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین الملل و امور استراتژیک، به ما پیوسته. آقایی، چقدر فکر میکنید که این اختلافی که الان به وجود اومده میتونه سایه بندازه بر روابط تهران و مسکو و تنش ایجاد کنه؟ ببین، اول اشاره بکنم که 9 دسامبر حدود 13 روز پیش در سفر خاورمیانه‌ای که پوتین داشت، او سفر کرد به امارات عربستان. فردای اون روز در 10 دسامبر، خاطرتون باشه، من در همین برنامه امروز خدمت شما گفتم که روابط روسیه نه با جمهوری اسلامی بلکه با اماراتی هاست که در حال گسترش هست در تمامی ابعاد، و روسیه به ایران و مشخصا جمهوری اسلامی به عنوان که راهبردی خودش نگاه نمی‌کنه، بلکه با توجه به واقعیات موجود، به خاطر موقعیتی که روسیه امروز درش قرار داره، اتفاقا روسا به امارات و عربستان نگاه راهبردی بیشتری دارن تو معادلات منطقه‌ای. این اظهارات آقای علی اکبر ولایتی هم مهر تاییدی است بر شکست سیاست نگاه به شرق جمهوری اسلامی، که میشه گفت اون وابستگی به شرق جمهوری اسلامی هستش و به نظر من کار خاصی جمهوری اسلامی نمیتونه انجام بده، چون دست جمهوری اسلامی زیر ساطور کاخ کرملین هست و چون جمهوری اسلامی تمام تخم‌مرغ‌های خودش رو در طول سال‌های گذشته در سبد روسیه و چین ریخته، بنابراین جمهوری اسلامی نمیتونه به خود سبد ضربه بزنه، چون تمام تخم‌مرغ‌هاش اونجا ریخته شده. تنها در صورت جمهوری اسلامی میتونست در واقع یک واکنش خیلی مؤثری نشون بده که روابطی رو هم با آمریکا داشت. و الان این رو نگاه بکنیم، واقعیت این هستش که فکر میکنم روسا زرنگتر از این حرف هستن که بخوان از جمهوری اسلامی بازی بخورن. روسا مثل در واقع خرسی هستن که به خوبی میدونن چجوری جمهوری اسلامی رو در واقع در آغوش بگیرن. اون سیاست به اصطلاح بیر هاگ هست که به اسرارش پی ببرن از طریق دوستی، و از همین کارت جمهوری اسلامی و متاسفانه کارت ایران یک کارت ضعیف شده، یعنی هر چقدر که جمهوری اسلامی ضعیفتر بشه به خاطر سیاستاش و در نتیجه اون هم ایران ضعیفتر و ضعیفتر بشه، از این کارت به عنوان یک اهرم فشار یا یک وسیله برای چانه‌زنی با آمریکا برای دستیابی به معاملات ژئوپلیتیکی بزرگ استفاده میکنن، و این روش و راهی است که پوتین در پیش گرفته و به نظر من اتفاق خواهد افتاد. چقدر فکر میکنید که اصلا نیاز بود که روسیه خودش رو وارد این نزاع بکنه؟ چون میتونست سکوت بکنه، میتونست چیزی نگه و هم روابط تجاریش رو با اماراتی ها گسترش بده و هم روابط نظامی و امنیتیش رو با تهران. نکته بسیار مهمی رو شما بهش اشاره کردید. اتفاقا این موضع گیری روسیه
بخشش به خاطر همین تعمیق روابط بین مسکو و ابوظبی هست. و شما نگاه بکنید به روابط امارات و روسیه، ببینید الان حجم مبادلات تجاری روسیه و امارات با یک جهش 60-70% نسبت به سال 2021 رسیده به دست کم 10 میلیارد دلار در سال. مبادلات بانکی روسیه و امارات به شدت گسترش پیدا کرده. روسا از نهادها و مؤسسات تجاری و بانکی امارات استفاده میکنن برای دور زدن تحریم ها. روسا به صنعت توریسم امارات کمک میکنن، رونق میدن اون رو، و در امارات خونه خریدن روسا، اولیگارشاشون سرمایهشون رو بردن اونجا، شرکت های سوری تأسیس کردن برای دور زدن تحریم ها به نفع روسیه. اماراتی اگه نگاه بکنید علیه روسا در رابطه با جنگ اوکراین به هیچ وجه موضع‌گیری علنی نکردن. امارات در تامین تراشه الکترونیک و اون قطعات نیمه رسانه کمک میکنه به روسیه. حتی اماراتی ها در منازعه سودان دارن سلاح میفرستن از طریق واگنر، گروه واگنر، به مخالفان ارتش سودان به نفع روسیه. و توی ناوگان اشباه روسیه برای نقل و انتقال نفت اماراتی ها یک سری شرکت های سوری دارن، اینا صاحب یک سری کشتی ها و نفتکش ها هستن، به روسا کمک میکنن. نکته من اینجاست که در ازای این کمک های امارات به روسیه، شما مطمئن باشید که مقامات ابوظبی یک سری امتیازات از کرملین خواهند خواست، و امتیازی که امارات میخواد و عربستان همین مسئله جزایر سگانه هستش. و به نظر من روسیه فقط و فقط چون به منافع خودش فکر میکنه و به هیچ وجه هم جمهوری اسلامی رو شریک راهبردی خودش نمیدونه، سعی میکنه که به خاطر این کمک هایی که امارات و عربستان میتونن بدن به عنوان کشوری که تحریم نیستن به اندازه جمهوری اسلامی بدن به روسیه، پوتین هم در واقع بر علیه منافع ایران به خاطر سیاست های غلط جمهوری اسلامی و ناشیگری جمهوری اسلامی در سیاست خارجی این امتیاز رو به امارات و عربستان خواهد داد. ممنونم از شما حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین الملل و امور استراتژیک. وال استریت جورنال در گزارش نوشته که طرح کشتن یوگنی پریگوژن، فرمانده گروه واگنر، توسط نیکولای پاتروشف، دبیر شورای امنیت ملی روسیه تاییه و با موافقت پوتین اجرا شده. این گزارش که در مصاحبه با سازمان‌های اطلاعاتی غربی، یک جاسوس سابق روس و مقامات سابق کرملین انجام شده، میگه پاتروشف که از او به عنوان دست راست پوتین هم یاد می‌کنند، از پارسال درباره افزایش نفوذ پریگوژن به پوتین هشدار داده بود. آقای پریگوژن در حادثه سقوط هواپیمای شخصیش کشته شد. کرملین گزارش وال استریت جورنال رو جعلی خونده. همکارم راضی دانش در استودیوی دیگر ما در واشنگتن به ما پیوسته با جزئیات بیشتر در مورد این گزارش. راضی. بله فرداد، گزارش واقعا مفصل بود. البته بخش عمده ای از اون به همکاری نزدیک پاتروشف، دبیر امنیت ملی روسیه، با پوتین اشاره داشت و میگفت که چگونه شد که مورد خشم و غضب پریگوژن، مورد خشم و غضب پاتروشف قرار گرفت و در نهایت اون نقشه قتل رو ترتیب داد. همینطور که میدونیم گروه واگنر فقط یک گروه شبه نظامی نبود، بلکه یک مافیای بزرگی بود برای پوتین که نه تنها در سوریه و آفریقای مرکزی و اوکراین داشت براش می‌جنگید، بلکه داشت در تمام آفریقای جنوبی معادن محیط زیستی، منابع نفتی، پول، طلا، الماس و پول نقد رو برای پوتین فراهم می‌کرد. حافظ منافع محیط زیستی و تمام منابع پوتین در آفریقای مرکزی هم بود. بعد از اینکه در اوایل سال 2022 ارتش روسیه در جنگ با اوکراین داشت با شکست واجه میشد و فرماندهان ارشد مورد انتقاد پوتین قرار گرفته بودند، پوتین از پریگوژن میخواد که وارد عمل بشه. پریگوژن با ده ها هزار سربازی که داره، با اون سرمایه مالی هنگفتی که در اختیار داشت که حتی بهش میگفتن امپراتوری رو داشت بعد از پوتین برای خودش، وارد نبرد میشه و خیلی سریع میتونه به پیروزی‌های خیلی خوبی دست پیدا بکنه. اما همچنان با پوتین در تماس بوده و از فرماندهان ارشد نظامی و از رئیس ستاد ارتش، از وزیر دفاع انتقاد میکرده که اونها واقعا خوب عمل نمیکنن و حتی عملکرد اونها ممکنه باعث شکست روسیه در اوکراین بشه. دبیر شورای امنیت که از مدت ها پیش، تقریبا از یک سال پیش، پریگوژن رو زیر نظر داشته بود، بارها به پوتین هشدار داده بود که افزایش نفوذ سیاسی و نظامی پریگوژن برای پوتین و برای کرملین خطرناکه. خب تا اون لحظه پوتین ممکن بود توجهی نداشته باشه، اما بعد از این انتقادهای شدیدی که پریگوژن نسبت به فرماندهان ارشد نظامی
نظامی روسیه داشت توجهش جلب شد و این اجازه رو داد به پاتروشف که این نقشه قطع رو بکشه. این نقشه 2 ماه روش کار شد تا اینکه در ماه آگست تابستان پارسال وقتی که پریگوژن همراه 6 فرمانده ارشد نظامی دیگه روسیه واگنر از جمله فرمانده سابق واگنر سوار این هواپیمای خصوصی میشن، اونا متوجه این بمب نمیشن و بعد از 30 دقیقه بعد از آغاز پروازشون اونها هواپیمای اونا منفجر میشه. البته پوتین قبلا اشاره کرده بود و اونطوری که از پریگوژن قبل از این حادثه نام برده بود با افعال ماضی که استفاده کرده بود اونو رسما یک فرد کشته شده خطاب کرده بود و یاد کرده بود. ممنونم از تو. همکارم راضی دانش در استودیوی دیگر ما اینجا در واشنگتن. جمعی از فعالان ایرانی آمریکایی از توقف روند تصویب طرح قانون معروف به قانون مهسا امینی در سنای آمریکا ابراز نگرانی کرده و گفتند رئیس کمیته روابط خارجی سنا از پیشبرد این روند خودداری میکنه. بعضی از فعالان ایرانی آمریکایی در شبکه اکس یا همون توییتر سابق خطاب به بن کاردین از او پرسیدن که چرا از تصویب این لایحه خودداری میکنه. طرح 2 حزبی قانون مهسا که هدفش تحریم مقامات ارشد جمهوری اسلامی از جمله علی خامنه‌ای و ابراهیم رئیسیه پیشتر در مجلس نمایندگان آمریکا با اکثریت قاطع به تصویب رسیده. با این حال با گذشت چندین ماه رأی‌گیری برای تصویب طرح قانون مهسا هنوز در سنای آمریکا برگزار نشده. نوید محبی مدیر سیاستگذاری در مؤسسه نفتی در واشنگتن دی سی اینجا در استودیو با مساق محبی. چه هست گره کار در سنا؟ اول از همه می‌خواستم بگم که بلا به دور باشه اتفاقی که برای شما و خانم ثابت افتاده، واقعا وحشتناک بود و امیدوارم که جامعه روزنامه‌نگاری ایران شاهد چنین خبرهای واقعا وحشتناکی نباشه. ممنونم. ببینید الان نزدیک 2 ماه هست که آقای بن کاردین جانشین راب منندس شده به عنوان ریاست کمیته سیاست خارجی سنا. از زمانی که آقای بن کاردین انتخاب شده تا به الان هیچ جلسه استماعی برای بررسی هر گونه لایحه‌ای برگزار نشده. یعنی نه تنها قانون مهسا مورد بررسی قرار نگرفته بلکه هیچ طرح و لایحه‌ای که مربوط به مسائل مختلف و کشورهای دیگه هست انتخاب نشده. اما این چیزی که شاید جای نگرانی بوده باشه، برخی از فعالان ایرانی تماس گرفته بودند با دفتر آقای بن کاردین و یکی از کارمندان هم جواب داده که این طرح در حال بررسی نیست. راستش بخواهی حدود 3 هفته پیش بود که ما یه جلسه‌ای داشتیم با دفتر آقای منندز، گفتیم که دلیل اینکه تا الان جلو نرفته طرح چی بوده. گفتن که خب ته جلساتی که بوده اونها هنوز قانع نشدن، یه نگرانی هایی داشتن و اون نگرانی ها باید رفع بشه. گفتن چیه نگرانیشون؟ نگرانی اولیه‌ای که در مورد در کنگره آمریکا در بخش مجلس نمایندگان بوده که مثلا لایحه شاید ممکنه دست رئیس جمهوری رو ببنده برای هر گونه مذاکره و اینها. البته این نگرانی‌ها درست نیست، باید خوب به اونها توضیح داده بشه، جلسات متعددی برگزار بشه که این نگرانی‌ها رفع بشه. واقعیتش اینه که یه هیچ چیز خارق‌العاده‌ای در این طرح وجود نداره و رئیس جمهور پیش از این هم حتی امکان تحریم خامنه‌ای و بقیه عوامل نقض حقوق بشر ایران رو داره. این لایحه مهسا فقط یک مکانیزم گزارشی هست، یعنی کنگره فقط باید گزارش بده، یعنی در نتیجه هیچ چیز به اصطلاح عجیبی در این لایحه نیست. ولی به هر حال از اون مجلس نمایندگان که عبور کرده الان گره کار تو سنا دیگه. بله بله. اگر من فکر می‌کنم نگرانی اصلی زمانی خواهد بود که اینا شروع کنن به طرح و بررسی دیگر لایحه و قانون مهسا رو به اصطلاح وارد این مسئله نکنن. ما همچنین حدود شاید بگم کمتر از 1 ماه پیش جلسه داشتیم با آقای دفتر سناتور روبیو و همینطور سناتور پدیا که نماینده سناتور ایالت کالیفرنیا است، یعنی هر دو سناتوری که این لایحه رو مهسا معرفی کردن. ما با اینا صحبت داشتیم، باز اونها هم اونا گفتن که ما یه چیز مانعی نمی‌بینیم برای بررسی این مسئله و من فکر می‌کنم که در آینده نزدیک این طرح
مورد بررسی قرار خواهد گرفت. یعنی اگه درست متوجه شده باشم فرمایشتون رو، دارید میگید که گیر بروکراسی سنا افتاده بیشتر تا اینکه یک توطئه‌ای باشه یا مماشاتی باشه. دقیقاً. ببینید چند وقت اخیر خب حواشی زیادی در بخش کمیته سیاست خارجی افتاده. آقای مرندز رو مجبور کردن که استعفا بده از اون سمت و خود آقای کاردین هم اگه نگاه بکنید سابقه خیلی خوبی داره در زمینه حقوق بشر و مخصوصا در رابطه با مسائل ایران، همیشه فرد سفت و سختی بوده به عنوان یک نماینده دموکرات و خودش هم یهودی است، به لابی های نزدیک اسرائیل خیلی نزدیک هست و من فکر نمی کنم مانع بزرگی در نهایت وجود داشته باشه که این رو به سمت جلو برند، مگر اینکه رئیس جمهور خواسته باشه از آقای بن کاردین که نذارید این روی میز من بیاد، که فعلا هنوز شاهدی نداریم که این مسئله درست بوده باشه. ممنونم از شما. نوید محبی، مدیر سیاست گذاری در مؤسسه نفتی اینجا در واشنگتن. مرسی. صفحه کاربری توماج صالحی در شبکه اکس نوشته این خواننده رپ از بعد از بازداشت مجدد همچنان در بلا تکلیفی و در زندان دستگرد اصفهان نگهداری میشه. بر اساس نوشته این صفحه که توسط یکی از دوستان توماج صالحی اداره میشه، هنگام دستگیری خشونت‌آمیز او در خیابانی در بابل، او دچار آسیب دیدگی شدید چشم و صورت شده. توماج صالحی دو هفته بعد از آزادی و بعد از انتشار یک ویدیو که شرح شکنجه‌هاش رو در اون ذکر کرده بود، دوباره دستگیر شد. مرکز رسانه‌ای قوه قضاییه همون روزها گفت صالحی بعد از برخی اظهار نظرهای به گفته اونها کذب و بدون سند که در فضای مجازی منتشر کرده، به اتهام نشر عکاسی و تشویش اسان عمومی بازداشت شده. ایوان ری، نماینده پارلمان آلمان و کفیل سیاسی توماج صالحی، نسبت به بیخبری مطلق از شرایط او و نگهداریش در بند قرنطینه اظهار نگرانی کرد. تا اونجا که من میدونم و تا اونجا که وکیلش در موردش صحبت کرده، توماج هنوز تو حبسه. بنابراین اون تو بخش معمولی زندان نیست. این سوال پیش میاد که واقعا چرا دارن این کارو میکنن؟ چه چیزی برای پنهان کردن دارن؟ به نظر میاد جراحاتی که حین دستگیری و زندان دچارش شده اونقدر بده که بخوان اونو از زندانیای دیگه جدا نگه دارن که نتونه در مورد اونا صحبت کنه. ما واقعا چیز زیادی نمیدونیم، اما وضعیتش خیلی مشکوکه، چون برای زندانیای دیگه این کارو نمیکنن. بنابراین من بسیار نگران وضعیتش هستم. وقتی اونو گرفتن ممکنه بیش از حد با اون برخورد خشونت‌آمیز کرده باشن و اونو به شدت کتک زده باشن. پس این تنها چیزیه که میدونم. اما الان چند هفته‌ایه که این وضعیت ادامه داره و ما چیزی در مورد انتقالش به یک بند عمومی نمیدونیم. اون حتی فرصت جراحی نداشت و این مسئله خیلی غیر معموله. اون بعد از آزادیش فقط در مورد جراحاتش و مصدومیت‌هاش صحبت کرد. منظورم اینه که رژیم ایران میتونست تمام ادعاهایی رو که توماج مطرح میکرد رد کنه و مثل کشورهای دموکراتیکی که حاکمیت قانون در اونا وجود داره با اون برخورد کنه. در عوض توماج رو تو خیابون گرفتن، با خشونت کتک زدن و دوباره به زندان فرستادن. بنابراین من فکر میکنم این دلیلیه بر این که همه چیزایی که اون گفته درست بوده. من فکر نمیکنم که اون بهبود پیدا کرده باشه یا با اون بهتر از دفعات قبلی رفتار شده باشه. بنابراین من خیلی نگران وضعیت سلامتیشم. ایوان ری بود، نماینده پارلمان آلمان و کفیل سیاسی توماج صالحی. خبرگزاری مهر نوشته باتلاق جازموریان که در جنوب استان کرمان قرار داره و روزگاری بزرگترین حوزه آبریز این استان بوده، تبدیل به بیابان شده. به گفته این خبرگزاری از 35390 کیلومتر مربع وسعت این باتلاق دیگه حتی 1 متر مربع آب وجود نداره. بنابر این گزارش تا به حال برای احیای این باتلاق هیچ کار عملی انجام نشده و فقط یک طرحهای مطالعاتی بی ثمر ارائه شده بود که این طرح هم هرگز به مرحله عملیاتی شدن نرسیده. کارشناسان محیط زیست سدسازی بر روی حلیل رود حوالی شهرهای جیرفت و بنپور در استان سیستان و بلوچستان رو مهمترین عامل خشکیده شدن این تالاب میدونن. نیکانگ کوسر، روزنامه‌نگار حوزه آب و زمین‌شناس از واشنگتن دی سی اینجا در استودیو به ما پیوسته. چه از دلیل اصلی این خشکسالی یا این سدی هستش که تأسیس شده یا دلایل دیگری هم داره؟ ببینید، در دهه 70، ابتدای دهه 70، سد جیرفت که ساخته شد مانع رسیدن جریان طبیعی حلیل رود به
جازموریان شد و بعد از اون هم یواش یواش طرح‌ها و برنامه‌ای برای انتقال آب از سرشاخه‌های حلیل رود به حوزه‌های مجاور در شمال استان تصویب شد و الان هم در دست اجرا هستن. بعضی از این طرح‌ها، این تصویر لوله‌ای که داشت منتقل حالا دارن می‌چینن برای انتقال همینه. اونجا منطقه هست بسیار آسیب پذیر و وقتی که شما یک دریاچه کم عمقی رو داشته باشید و اون منبع آبش رو بگیرید، میشه مثل دریاچه ارومیه، میشه مثل بختگان، میشه مثل بقیه دریاچه هایی که ساختار سازندگی در طول این چند دهه نابودش کرد و توسعه ناپایدار باعث شد که به این روز بیفته. الان اونجا شده بیشتر زمان سال یک حوضچه، یک کفه پر از گرد و خاک که بادهای قدرتمند میتونه این گرد و خاک کفه این دریاچه رو بلند بکنه و به این طرف طرف بفرسته و مردمان اون منطقه رو بسیار مجبور داره میکنه برای مهاجرت. حالا اون آبی که میومد کم بود، دارن آب از سرشاخه‌ها میبرن برای خانواده‌های قدرتمند استان کرمان مثل هاشمی، مثل مرعشی، مثل بهرمانی‌های دیگر و همینطوری جناح راستی‌هایی که در کرمان مثل باهنر هستن، صنایعی رو که دارن میسازن در شمال کرمان که آب بر هستن رو و همچنین آب برای کشاورزی خانواده های ویژه که میخوان ببرن، دیگر هیچ چیزی به اینجا نخواهد رسید مگر موقع سیلاب و متاسفانه گرمتر شدن هوا هم شرایط رو برای اون منطقه و مردم بدتر کرده. آیا هیچ راه نجاتی برای تالاب جازموریان وجود داره الان در عمل؟ راه نجات یکی این هست که آب سد جیروف رو باز بکنن از یک طرف، اون سد بافت رو اجازه ندن که به این شکل فعلی انجام بشه، سیستم های انتقال آبی رو که میخوان ببرن به سمت شمال رو اجازه بدن که متوقف بشه و همچنین نوع کشاورزی منطقه رو تغییر بدن که آب بیشتری به جازموریان برسه. جازموریان یک حق آبه داره و وقتی این حق آبه رو ما میدوزدیم این اتفاق میفته و متاسفانه بگم که در طول این چند سال روش های انتقال آب بین حوزه‌ای که جاری بوده، حتی به اسم اینکه آب رو میخوان بیارن به کرمان، میخوان از کارون آب رو از طریق سد خرسان 3 ببرن وارد ایران مرکزی بکنن و دو مرتبه بکشونن سمت استان کرمان جای مختلف. مسئله اصلی سر مدیریت آب هست. اما از اون بدتر، اگر من بگم مسئولان جمهوری اسلامی فاقد شعور هستند، بخشی از کسانی که خودشون رو وابسته به اپوزیسیون میدونن و در اتاقهای نسبتاً حالا فکر دارن کار میکنن، میگن ما بیایم آب شور خلیج فارس رو منتقل بکنیم به جازموریان، یک دریاچه آب شور درست بکنیم، بعد اونجا شیرینش بکنیم بفرستیم کویر مرکزی. یعنی اینها در رده فقدان شعور رقابت میکنن با اون چیزی که معیار کسانی که در سپاه و قرارگاه خاتم الانبیا است. و متاسفانه بحثی که وجود داره این هست که کسانی که به آینده ایران میاندیشن توجهی به توسعه پایدار و حفظ محیط زیست ندارن. یک ویدیوی اتفاقا در همین رابطه در واتساپ بر من فرستادید از یکی از فعالان محیط زیست، فرود رفعتی اگر اشتباه نکنم، که چند تا راهکار داده بود. بله. یکیشون درختکاری بود، یکیشون هم حتی معرفیش به عنوان میراث طبیعی جهانی در یونسکو و سازمان ملل. چقدر واقعا فکر میکنید با توجه به پیچیدگی داستان اینها میتونه کمک بکنه یا دیگه آب از سر گذشته، واقعا راه بازگشتی نیست؟ ببینید فعالان و داوطلبانی که در اونجا هستن تمام تلاش خودشون میکنن راههایی رو پیدا بکنن که اونجا رو نجات بدن، اما شما برای کاشت درخت هم آب میخواهید. خب بعد اون رو محاسبه کنید، چه روشی میخواین درخت بکارین، چه درختی میخواین بکارین، آیا با سیستم پخش سیلاب و آبخانداری میخواین آب اون رو تامین کنید یا فقط یک منبع آب دیگه استفاده کنید. و نکته دیگری که یه مسئله آب هست دیگه، جفتمون تشنه شدیم. بله. نکته دیگری که وجود داره این هست که فرض بکنیم اینجا هم اضافه بشه به میراث جهانی، مگر جمهوری اسلامی میراث خارت بسیاری از مسائل در ایران نبوده که میراث جهانی بودن و نابودشون کرده؟ انزلی داره نابود میشه، محدوده شمال گرگان داره نابود میشه، تالابها، تمام تالابهای مهم کشور دارن از بین میرن. برای جمهوری اسلامی فرقی نمیکنه. مسئله این است که این حاکمان که حکمرانی آب رو تبدیل به ابزاری برای درآمد قرارگاه خاتم الانبیا و سپاه قدس کردن که این پول نهایتاً میره منتقل میشه برای کشتن بچه های مردم در سوریه و یمن و چیزهای دیگر،
این به فکر مردم نیست و تحقیقاتی که ما انجام دادیم در ارتباط با حوزه کارون نشون میده که این فقط در حوزه کارون نیست، در همه حوزه هر جایی که بتوانند پولی به دست بیاورند استفاده میکنند و متاسفانه مانند ایلین ها چه میگن موجودات فضایی مهاجم که میان منابع یک جا رو میبلعن و میرن، اومدن منابع مختلف رو حتی اگر قطره آبی اضافی بتونن پیدا کنن برمیدارن تا به دست مصرف کننده اصلیش یعنی طبیعت نرسه. ولی این دیگه حجاب و حقوق بشر موارد این چنینی نیست، یعنی بقای خود حکومت رو هم میتونه به خطر بندازه نه؟ بله، منتها حکومتی ها خیلی هاشون فرزندانشون دارن میفرستن کجا؟ به کانادا، به اروپا، بخششون در آمریکا هستن، در گرجستان و ترکیه و خیلی از جاهای دیگر ملک خریدن با پولی که از اونجا دزدیدن. یعنی یک مجموعه دزد سالار هست که داره این کار میکنه، هر جا منبعی بتونه پیدا کنه که ازش درآمدی به دست بیاره این کار میکنه. الان انتقال آب بین حوزه‌ای، پس فردا انتقال آب شور حالا شیرین شده است، هر روشی که بتونه منابع رو میبلعه برای اینکه بتونه تبدیل به پول بکنه برای خودش و خانواده‌اش و پروژه های ایدئولوژی که قرارگاه خاتم و سپاه قدس. چقدر کلا اکولوژی ایران رو به طور کل میتونه این تغییرات متحول بکنه؟ حالا به دریچه ارومیه اشاره کردید، همین طالاب جازموریان و مواردش زیاد هست دیگه، طالاب بندر انزلی، همه اینها اگر واقعا این روند خشکسالی ادامه پیدا کنه چقدر میتونه محیط زیست و حیات وحش ایران رو تحت تاثیر بذاره؟ ببینید، غیر قابل زیست شدن مناطق فقط برای انسان ها نیست. وقتی یک بیابانی آب نداشته باشه خیلی از جانورانی که اونجا هستن مهاجرت میکنن. یعنی مهاجرت فقط مال ما نیست، ما همه پرنده های مهاجری که میبینیم به خاطر به دست آوردن غذای بهتر در فصل های مختلف میرن. ولی میبینیم که در گذر زمان بسیاری از این مناطق تنوع زیستی خودشون رو از دست دادن و این اتفاق حالا در مناطق مختلف بیابانی و یا حتی شبه بیابانی و حاشیه بیابانی در ایران افتاده. این تشدید خواهد شد و غیر قابل زیست شدن این مناطق با توجه به آنچه که انتظار داریم در ارتباط با حالا بیانیه که در دبی کاپ 28 ارائه شد شرط سخت‌تر میشه. ممنونم از شما نیکا انگی کوثر، روزنامه‌نگار حوزه آب و زمین شناسی، و ممنونم از شما برای همراهی ما.